استهزا مسخره جوک و کاریکاتورهایی که مسلمانان را نقاشی می کنند. حتی اگه بعضی از گروه های گمراه هم باشند اگه بخوایم بر فرقه های زاله ردی بزنیم با مسخره کردن و استهزا و کارتون رد نمی کنیم بلکه با قرآن و سنت و روش و سلف صالح رد می کنیم. کفر دو نوع است. کفر رویگردانی یا مخالفت. مخالفت. محب کسی که کفر رویگردانی دارد، هرگز وارد دین نمی شود. مانند ابو طالب. اما کفر مخالفت که همراه با دشنام دادن و ناسزاست مثل کفر ابو جل، ابو لحب و فرعون. پس کسی که دشنام می دهد و مسخره می کند، کفرش از نوع مخالفت است. و کافر شده و از دین خارج است بعضی از مردم میگویند قلبت چگونه است با اسمینان میگوید قلبم پر از ایمان است میگوید به خدا و پیامبر دشنام بده به دین ناسزا بگو ولی به رئیس جمهور و رهبر دشنام نده اگه عصبانی بشه به خدا و پیامبر دشنام میده ولی چرا به رهبر و رئیس جمهور فوش نمیده و چرا پول و پاره نمیکنه یا پدر و مادر رو فوش نمیده نمیتونه ولی ناسزا گفتن به خدا و دین آسونه اشکالی هم نداره بگو آیا به الله یعنی کسی نمانده که مورد تمسخر قرار بدهی به جز الله و به آن سه اصل حق به الله یعنی آیات شرعی و کونیش و پیامبرانش مسخره می کنید؟ بعض بعضی از مردم چیزی نمانده که همه چیز را به باد سخره بگیرند به جز آیات قرآن و احادیث پیامبر و اقوال صحابه و سلف صالح مسخره و استهزا می کنند این اشکال دارد طرف بلات و عزا قسم میخوره. و میگه شوخی میکنم در قضیه ارتداد شوخی و جدی یکیست برادران عزیز دقت کنید در مورد آیات و احادیث باید همیشه با ترس به آنها نزدیک شد مؤمنان کسانی هستند که هرگاه نام الله را ذکر کنند دلهایشان می و هرگاه آیات الله تلاوت شود ایمانشان زیاد می شود اما مسخره کردن و شوخی کردن و اینها قابل قبول نیست متاسفانه در این زمانه پیام‌هایی هایی برایت فرستاده می شود که حلا کننده است <سؤال> کتاب علما فلان عالم و فلان امام را مسخره می‌کنند و به آیات و احادیث توهین می‌کنند، کنند تمسخر می کنند همه چیز را هیئت دائمی فتوا فرمودند که می‌فرماید اگر این مسخره کردن چیزی آشکار مثل ناسزا گفتن به الله و پیامبر و دین باشد باعث ارتداد است اما اگر امری چند پهلو بود مثلا گفته بود فلان حدیث این جوریه و مردم خندیدن برایش تبیین میکنیم اگر توبه کرد که کاری باهاش نداریم و اگر دوباره تکرار کرد و اصرار کرد این شخص تکفیر می شود پناه بر خدا حیله شیطان را بنگرید این شخص همراه پیامبر در قزوه تبوک در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد کرد سپس با گفت با ندیدم با کسی را همانند این قاریان با با قاریان کیا هستند پیامبر و صحابه بودند ترسو و شکم با 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 پرور ندیدم بعضی میگویند این جوکا چل... برای سرگرمیه آیا میشود قرآن و سنت یا صحابه را بازیچه بازی گرفت را در ببینید هر کس به اصحاب تعنه بزند با این کارش به الله و دینش و پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه تعنه زده است چرا تعنه به الله است چون الله تعالی آنها را برای همراهی پیامبرش انتخاب کرده و تعنه به دین الله است چون دین از طرف صحابه به ما رسیده و تعنه به پیامبر است چون هر کس بر دین دوستش است و صحابه دوستان پیامبر بودند و تعنه به خود صحابه است پس هر کس به اصحاب تعنه بزند با این کارش به الله و دینش و پیامبر و صحابه تنه زده در مورد صحابه باید فقط از خوبی ها گفت نیکی های آنها را ذکر می کنید و دیگر یک کرمه هم صحبت نمی کنید بله